الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه اسماء الله الحسنى. امیدوارم که باز هم الله متعال توفیق خودش رو شامل حالمون بکنه و بتونیم بیشتر و بهتر او رو بشناسیم. شناخت او و معرفت در رابطه با مقام او و آشنایی اسماء و صفات او اموری هست که جزء بنیادی ترین مبانی فکری و اعتقادی به شمار میاد. شناخت حقیقت ها مبنای موفقیت در هر زمینه ای میتونه باشه و بزرگترین و مهمترین حقیقت جهان خالق هستی هست که این جهان رو آفریده. باید بشناسیم و در راستای شناخت او سعی و تلاش لازم رو اعمال کنیم تا وظیفه خودمون رو در قبال او بهتر بتونیم پایبند بمونیم. نام و صفتی که در این برنامه مد نظرمون هست یکی دیگر از نام‌ها و صفت‌هایی هست که الله متعال در قرآن کریم و نبی خاتم در سنت خودش برامون یاد آوری کردند. اون نام و صفت، صفت الحمید است. حمد نام سوره ای هست یا اولین سوره قرآن کریم است که با نام های مختلفی این سوره رو میشناسیم. یکی از این نام ها سوره حمد است، چون آغاز این سوره با حمد، اولین آیه این سوره با حمد شروع میشه و به همین صورت در قرآن کریم به غیر از سوره حمد 4 سوره دیگه هم با حمد آغاز میشه. حمد و ستایش الله متعال که با نام حمید تعبیر میشه و ذات الهی با این نام وصف میشه، در برگیرنده تمام صفات کمال است. ستودن و ستایش کردن و ستوده بودن مبنا و اساس اون وجود صفات کمال و نیکو هست. فرق بین شکر و حمد اونجایی هست که شکر فقط در مقابل نعمت هست یا در قبال صفت فعلی منعم هست که الله متعال هست که به بندگان خودش نعمت میده و ستودن الله متعال در مقابل نعمت ها رو شکر میگیم. اما حمد هم شکر رو در بر داره، هم بقیه صفات ذاتی که کمال رب ذوالجلال رو بیانگر است. واژه ثنا هم باز به همین در همین دایره
معنوی خط مشترکی داره که ستودن یا ثنا یا مهد کردن در ارتباط با موجود اون چیزی هست که باز ما به وسیله اون خوبی اون موجود رو یاد میکنیم، ولی در ثنا کردن فقط صفات ذاتی در بین هست و صفات فعلی در کار نیست. اما و مد هم صفات فعلی درش هست هم صفات ذاتی هست. مدح و ثنا در ارتباط با مخلوق میتونه از مصداقیت و صحت برخوردار باشه، میتونه به طور تصنع این عمل صورت بگیره، اما در ارتباط با الله متعال چون ذاتی هست و چون مرتبط با مخلوق و عمل کرد مخلوق نیست، چه انسانی ثنای الهی رو بگه و چه نگه، اون حمید هست در ذات خودش، در نتیجه با صفت حمید از اون یاد میشه، صفتی که بیانگر تمام صفات کمال ذاتی پروردگار متعال هست و هیچ موجودی ذاتاً صفتی رو نداره، هر چی داره از کمال بهره گرفته شده از خالق یکتا هست و در معرض فنا و در محدودیت زمانی و مکانی قرار داره. صیغه حمید یا این واژه‌ای که بر وزن فعیل در عربی میاد هم به معنای اسم فاعل هست هم به معنای اسم مفعول هست. فعیل جریح به معنای مجروح هست، ولی همین صیغه یا فعیل وقتی که میگیم سمیع باز هم بر وزن فعیل هست، به معنای سامع هست، ولی معنای مبالغه رو داره. حمید به معنای ستوده شده یا اسم مفعول وقتی که وارد میشه یا میاد، یعنی این صیغه به این معنا هست که یک این صفت به طور دائم و ثابت در ذات مخلوقی موجود یا وصف شده یا موصوف قرار داره و به هیچ عنوان زوال پذیر نیست. در واقع الله متعال شایستگی حمد رو داره و حمد و ستایش در واقع خاص پروردگار متعال است. قرآن کریم با کثرت و با حصر حمد رو برای الله متعال بیان میکنه. لله الحمد فی السماوات و الارض و له الحمد فی الاولى و الاخره الحمد لله رب العالمین الحمد لله الذي خلق السماوات و الارض و جعل الظلمات و النور الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. چرا این اختصاص به الله متعال داره با کمال خودش ذاتا و موجود دیگری این شایستگی رو نداره که حمد برای او باشه؟ ستودن حقیقی و کمال ستایش مال رب ذوالجلال هست، به خاطر اینکه فاطر السماوات و الارض او هست، خالق آسمان ها و زمین او هست، به خاطر اینکه الله متعال علاوه بر اینکه جهان رو با حکمت و با یک
اصول و با ضوابط بسیار سنجیده آفریده هست، با وجود این الله متعال با کمال حکمت این جهان رو اداره میکنه و اون رو به جهت و سمت و سوی معین هدایت میکنه. و جعل الظلمات و النور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. اون کسانی که به حقیقت مقام الهی ایمان نیاوردند و این مقام رو نادیده گرفتند و بهش کفر ورزیدند، اونا هستند که با الله متعال برابر میکنند، مخلوق رو برابر میکنند در زمینه‌های مختلف، در موضوعات متعدد، در شایستگی‌های مختلف. صفت حمید در قرآن کریم 17 بار اومده و فقط در یک مورد این صفت به طور تک یا فرد در خاتمه آیه مشاهده میشه و در موارد دیگه با صفات دیگه همراه هست، که همراهی صفت با صفت دوم بیانگر کمال صفت دوم و به همین صورت وابستگی صفت اول و دوم رو به هم میرسونه. یعنی تمام صفاتی که به طور مرکب ترکیب وصفی اومدند، این ترکیب وصفی در واقع وجود دو صفت با هم بیانگر این هست که هر کدوم از این صفت ها در تکامل صفت دوم قرار میگیره، یعنی کمال صفت دوم رو بیانگر هست. اولی در ارتباط با دوم و دومی در ارتباط با اول. اما پایه بودن صفت، یعنی ابتدا بودنش و پیرو بودن، یعنی صفت دوم قرار گرفتنش، بر حسب سیاق و سباقی هست که تقدیم و تأخیر رو موجب میشه. تقدیم و تأخیر هایی که وجود داره همشون بر حسب سیاق و سباق هست که کدوم یکی از این دو صفت باید جایگاهش مقدم باشه نسبت به صفت اولی. اما وجود دو صفت با هم بیانگر این هست که وجود این صفت کمال صفت دوم رو میرسونه و وجود صفت اول کمال صفت دوم و وجود صفت دوم کمال صفت اول رو بیان میکنه. ما در سایه آیاتی که براتون خواهم آورد انشاءالله این مطلب رو به درستی خواهیم تونست مشاهده کنیم. نمونه آیات رو از نص قرآن ما ببینیم، شاید روشنتر و بهتر برامون تصویر مطلب رو بکشونه. اولین موردی که جای تأمل رو داره این هست که اولین آیه سوره ابراهیم در خاتمش الله متعال به این صورت این صفت رو میاره، الف لام را، کتاب انزل الله الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. این کتابی هست که ما به تو نازل کردیم تا اینکه مردم رو از تاریکی ها به نور که تک هست، ظلمات که متعدد هست، گمراهی متعدد هست، یعنی انواع مختلفی هستن که در مسیر انحراف در حرکت هستند ولی نور یکی هست با دیر سلطه و حاکمیت الله متعال، به اذن ربهم، با اراده پروردگار متعال. گفتیم اذن الهی در همه موارد دلیل بر حاکمیت سلطه پروردگار متعال هست که این هدایت و این گمراهی در واقع زیر امر و اراده و مشیت الهی هست که تأثیر گذار هست روی خلائق. از او باید بخواییم و به او التجا کنیم و رضایت او رو بخواییم تا از کتاب او بهره لازم رو بگیریم.
الی صراط العزیز الحمید، به سمت راهی که الله متعال که عزیز و حمید هست هدایت میده. این جمله رو ما یا این تعبیر رو ما در نمونه پنجم مشاهده میکنیم که باز هم العزیز الحمید با هم اومده در آیه ششم سوره سبع. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. اون کسانی که بهشون آگاهی و علم داده شد اونها این بر این باور هستند و این رو شاهد هستند که اون چه که بر تو نازل شده از جانب پروردگار حق مطلق هست، اون حق هست و اون هست که هدایت میده به همون، یعنی این کتاب هست که هدایتگر هست به سوی راه عزیز حمید، راهی که مسیری که اون مسیر مسیر اللهی هست که عزیز و حمید هست. این صراط رو باز هم در سوره حج آیه 24 هم دقیقا به همین صورت ببینیم که فقط واجه حمید اومده، عزیز در اینجا نیومده. و هدو الى الطیب من القول و هدو الى صراط الحمید، باز هم بحث راه هست که مسیر هدایت الهی با وصف عزیز و حمید یا با حمید به تنهایی در سه مورد قرآن کریم مشاهده میشه. میخوایم ببینیم که چه تناسبی وجود داره بین صراط، راه، اون راهی که شاهراهی که انسان رو به سعادت و خوشبختی میرسونه، و حمید یا صفتی که برمیگرده به صاحب این صراط یا صاحب این راهی که این مسیر رو این راه رو برامون فرستاده، و چه تناسبی وجود داره بین صفت عزیز و صفت حمید. وقتی که انسان ویژگی های یک منهج معین رو و راه و رسم معین رو مشاهده میکنه، درش امور بسیار زیادی رو مشاهده میکنه. و اگر ما بخوایم راه الهی رو یا هدایت الهی رو به طور مختصر توصیفش کنیم، باید بگیم از هر جهت در کمال خودش قرار داره. از هر جهت وصف کمال رو میتونیم بهش بکنیم. ما در هر نظامی، در هر قانونی، در هر سیستمی جنبه های متعدد رو نگاه میکنیم و جنبه هایی هم شاید قابل نقد باشه. نظام الهی، راهی که پروردگار متعال برای زیستن و برای درست و صحیح زندگی رو سپری کردن برای انسان‌ها گذاشته، از هر جهت قابل ستودنی هست یا ستودنی و ستایش شده است، چون از جانب پروردگاری هست که حمید هست، صراط الحمید هست. شما در نظر بگیرید نشریعت الهی رو اگر بخوایم از نظر بهداشت مادی در نظر بگیریم، هر جنبه بهداشت رو در نظر گرفته. از نظر بهداشت معنوی و روح و روان در نظر بگیریم، هر جنبه، هر نکته ای رو مد نظر قرار داده. اگر بخوایم در ارتباط با تعادلش با فطرت انسانی تفسیر و تحلیل کنیم، باز هم می‌بینیم که هر موضوع و هر نکته‌ای رو که حتی اون چی که انسان شاید روش فکر نکنه رو هم در نظر گرفته، درش سلامت و سعادت و آرامش و خوشبختی و معیارهای ارزشمند انسانی و تمام اون چی که انسان میتونه
به وسیله اون امور به سعادت و خوشبختی برسن رو همراه خودش داره. چرا؟ چون این راه مال از طرف حمیدی هستی توده شده ای هست که کمال صفات والا رو مختص به خودش داره و این صفات شایسته ذات او هست. در نتیجه وقتی ما به راهی ایمان میاریم که اون راه از جانب ستوده شده ای یا ستوده ای که در کمال ستودگی قرار داره اومده، در نتیجه هیچگاه و در هیچ زمینه ای و در هیچ موضوعی دچار تردد و شک نمیشیم. وقتی که عدالت اجتماعیشو میاریم میگیم عدل همین است. اگر روابط خانوادگی رو میگیم میگیم سلامت در همین است. اگر درش حلال و حرام خورد و نوش رو میبینیم میگیم مصلحت و منفعت مطلق در همین شریعت است. اگر در اون روابط مالی و روابط تجاری رو میبینیم گونه هایی رو باید اعتراف داشته باشیم و میگیم که کمال حکمت و کمال حق و عدالت در این روابطی هست که از جانب الله حمید اومده. اما عزیز با حمید آمدن میتونه چه پیامی رو داشته باشه؟ ما در ارتباط با صفت عزیز در برنامه‌های گذشته یادآور شدیم که عزیز هم به معنای غالب هست که هیچ کسی بر او غالب نمیشه و هم به معنای منحصر به فرد هست، یکتای منحصر به فرد هست. با صفت حمید وقتی که این صفت جمع میشه یعنی اون موجودی که منحصر به فرد هست با کمال صفات خودش منحصر به فرد هست و اون موجودی که غالب بر جهان آفرینش هست و سلطه و حاکمیت این جهان رو در اختیار داره با کمال صفات نیکو آراسته هست. در نتیجه کمال عزیز بودن در حمید بودن هست و کمال ستودگی رب العالمین در عزیز بودن الله متعال غالب بودنش تا اینکه این ستودگی بر همه خلائق چترش گسترش همه رو در بر بگیره. این سه مورد در قرآن کریم که حمید رو مشاهده کردیم در سیاق و سباق راه بود، راهی که درش هدایت هست و از جانب کمالی که الله متعالی هست که کمال صفات رو در بر داره و ستوده هست از هر جنبه‌ای. جالب اینجاست که این صفت که 17 بار در قرآن اومده 10 بار با صفت غنی اومده. با صفت عزیز سوره سبع بود که اومده بود و سوره ابراهیم دو مورد بود که عزیز الحمید در قرآن اومده، اما 10 بار با صفت غنی این صفت در قرآن کریم همراه است. هو الغنی الحمید. نمونه‌های مختلف شما میتونیم در
این زمینه مشاهده کنیم. دقت کنید آیه فاطر، لقمان، حج، به 64 حج، له ما فی السماوات و ما فی الارض و ان الله له هو الغنی والحمید. لقمان 26، لله ما فی السماوات و الارض، ان الله هو الغنی والحمید. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی والحمید. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وما يتولى فإن الله هو الغني الحميد. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. إن موردي هاسك لا تقولتهم كي ده مورد هاسك صفة غني با حميد مياد كي جاي تأمر دارك ما ببينيو كي الله متعال غنی بودن، بی نیاز بودن الله متعال، با حمید بودن او چه تناسبی داره و باز حمید بودن الله متعال در ضمن این سیاق آیات مختلف باز به همین صورت چه پیامی رو برامون در بر داره. جالب اینجاست که در مواردی که ذکر کردیم همه اینها حمید به طور صفت دوم اومده، یعنی کمال صفت اول رو تأکید میکنه و صفت اول پایه هست و مقدم هست نسبت به صفت دوم که حمید هست. غنی بی نیاز هست الله متعال، بی نیاز بودن الله متعال در موارد مختلف قرآن کریم ازش یاد شد. در اولین موردی که ما بهش اشاره کردیم آیه سوره لقمان بود که سوره حج بود، 64 حج بود که الله له ما فی السماوات و ما فی الارض و ان الله له هو الغنی الحمید. الله متعال در ملک او هست آسمان ها و زمین و او هست بی نیاز ستوده شده. ملک یا مالکیت در حقیقت در خلق نوعی دو معنا داره. اولین معناش بحث نیازمند بودن به مملوک میاد، دوم این که نیازمند بودن مملوک مالک میاد. وقتی که در ملک خودش انسان چیزی رو داره، خب به طور طبیعی نیازش هست که این مالکیت رو سبب شده یا برایش این مالکیت رو ایجاد کرده یا برای به دست آوردن این مالکیت سعی و تلاش کرده. الله متعال هیچ نیازی به هیچ خلقی نداره، بلکه خلق کردن یا خالق بودن الله متعال یکی از مصادیق رحمت او هست. ایجاد کردن او یکی از مصادیق رحمت او هست، لطف او هست و صفت ذاتی او هست، خالق هست بدونی که نیاز داشته باشه به خلق. وقتی ما چیزی رو، انسان چیزی رو پدید میاره، ایجاد میکنه، بر اساس بر حسب نیاز هست. شما هیچ وقت چیزی رو درست نمیگونید که بهش نیازی ندارید. تمام ساخته های بشر بر حسب نیاز انسان صورت میگیره. الله متعال بی نیاز هست از همه خلایق. اولین موردی که وجود در بحث در سیاق و سباق آیات ما باید مد نظر قرار بدیم، چه در سوره حج، سوره لقمان کردشون بحث لله ما فی السماوات و الارض ان الله هو الغنی الحمید، بحث بی نیازی پروردگار متعال است. بی نیاز هست. وقتی شما چیزی بی نیاز هستید بهش توجهی هم نمی کنید. عموما چیزی انسان به چیزی که نیاز نداره بهش اهمیت هم نمیده، برایش هیچ گونه حیثیتی ارزشی قائل نیست، بهش توجهی هم نمی کنه. ولی الله متعال از کمال
لطفش از کمال صفاتش این هست که حمید هست، دوده شده هست. یعنی با وجودی که بی نیاز هست، هیچ نیازی به خلایق نداره، ولی باز تمام صفات کمال رو الله متعال داره. کریم هست، رحیم هست، رؤوف هست، غفور هست، کریم، و تمام صفات جلال و جمال رو داره در ارتباط با این خلق. وقتی که یک مالک رابطه اون با مملوک به کمال خودش رسید در هر زمینه، اون میشه حمید. و هیچ مالکی از ملاک مخلوق این ادعا رو نمیتونه بکنه که در هر زمینه من در کمال رفتار و در کمال رابطه با مملوک خودم هستم. هر کسی در تلاش میکنه که به نحوی خوب باشه، ولی کمال خوبی و کمال ستایش مال رب ذوالجلال است. این مورد اول هست. اما در ارتباط با مورد دومی که باز هم غنی میاد با حمید، مورد دومی که میاد بحث عملکرد مخلوق هست. الله متعال برای انسان رو مکلف به عبودیت کرده و این عبودیت در واقع چیزی نیست که الله متعال بهش نیاز داشته باشه، بلکه اون چیزی هست که انسان به اون نیاز داره، به مخلوقش نیاز داره. با پایبند موندن به این سیستم عبادی میتونه در امنیت و سلامت و هماهنگ با نظام آفرینش زندگی خودش رو سپری کنه، در تعارض نباشه. مثل فرمول ساده‌ای که ما در بحث بهداشت داریم، بهداشت یک بسته‌ای هست از رفتار و عمل کردی که انسان با پایبند موندن به اونها سلامت خودش رو میتونه حفظ بکنه. نظام الهی در واقع از هر جنبه‌ای تضمین کننده بهداشت و زندگی صحیح و درست و مطابق با فطرت خود و دیگران و خلائق هست. در این میان الله متعال بی نیاز است از این که من یا شما یا هر انسان دیگری بیاییم و اطاعت یا عبادت اون رو بکنیم، بلکه ما هستیم که به اون نیازمند هستیم. در این ارتباط ببینیم که موارد مختلفی از قرآن کریم این مطلب رو در همین قالب میاره، در قالب نیاز مخلوق به خالق، نه اینکه الله متعال در عبودیت خودش نیازی به مخلوق داره. آیه 15 سوره فاطر الله متعال میگه یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. شما نیاز دارید، نیازی به هدایت الهی دارید، نیازی به رحمت پروردگار متعال دارید، نیاز به حمایت پروردگار متعال دارید، نیاز به سعادت و خوشبختی که الله متعال براتون نصیب کنه دارید. الله از شما بی نیاز هست. به همین صورت الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، اون کسانی که بخل میکنن و باز بخل رو ترویج میدن و انفاق در راه دین رو به عنوان یک عملکرد بیهوده برای دیگران معرفی میکنند،
بلکه سد انسبیل میشن و نمیذارن که کسانی که میخوان در راه الله انفاق بکنند دست خیری رو داشته باشند. این افراد خب فکر نکنن که الله متعال به اینها نیاز داره. و من یتولى فان الله هو الغنی الحمید، اون کسی رو گردن از حکم الهی، از امر الهی، از شریعت الهی، از انفاق، بدونه که الله متعال به نیاز هست و ستوده هست از ذات خودش. این مورد دوم بود. برمیگردیم اینکه رابطه ستودگی الله با غنی بودنش چه تناسبی باز میتونیم با ازش بگیریم، که غنی بودن الله متعال با حمید بودن او باز هم میتونه چه تناسبی داشته باشه. برمیگردیم به مطلب اولی گفتیم و اون این هست که وقتی که موجودی بی نیاز باشه، انسان وقتی که بی نیاز باشه چیزی بیش توجهی هم نمی کنه. با وجود اینکه الله متعال بی نیاز هست از مخلوق و ای وابسته یه مخلوق نداره، ولی با وجود این رابطه اون با مخلوق در کمال خودش هست. لطف او، کرم او، رأفت او، رحمت او نسبت به مخلوق در اوج کمالی هست که غیر قابل حد و حصر و غیر قابل وصف هست. این نکته‌ای بود که باز هم در ضمن سیاق آیات جای تأمل رو داشت. در آیه ششم سوره ممتحنه تأکید بر کلیت منهج الهی میکنه قرآن کریم و میگه که لقد کان لکم فیهم اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر ومن یتولى فإن الله هو الغنی الحمید. در سوره ممتحنه بحث ابراهیم و عملکرد ابراهیمی در برخورد قاطعانه با پدر و خانواده و قومش و دوری جستن او از تفکر و اندیشه آباییش برامون به تصویر کشیده میشه. لقد کان لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. براتون اسوه حسنه هست در ابراهیم و کسانی که باش بودند، افراد اندکی با ابراهیم و تفکر توحیدی ابراهیم همراهی کردند. اونگاه که گفتند به قوم خودشون، به جامعه‌ای که غالب بود، به حاکمیت و سلطه‌ای که ولایت تکوینی رو و تشریعی رو برای خودش نماینده خدا روی زمین میدونست، وقتی که ابراهیم گفت که پروردگار من، رب من، اون کسی است که یحیی و یمیت، گفت منم این سلطه رو خدا به من داده، انا احیی و امیت، من هم میتونم یه زندانی آورد آزاد کرده که هم اعدامش کرد، گفت این دست من هست، این سلطه و حاکمیت رو خدا به من سپرده. ابراهیم در جوابش گفت که اگر این سلطه و حاکمیت اختیار تو است، ان الله یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب، اگر واقعا تو ولایت تکوینی داری میتونی کار رو انجام بدی، یعنی واقعا این سلطه رو الله متعال تو داده، خدا متعال آفتاب رو از مشرق میاره تو از مغرب بیار بیرون تا بدونیم که تو واقعا این ولایت سلطه جهانی رو داری یا ولایت تکوینی رو داری. فبهت الذی کفر، این جانشینی الله نیست، این سوء استفاده کردن از امکاناتی هست که الله متعال به من و شما داده، سوء استفاده از نعمتهایی هست که الله متعال به ما داده. اگر کسی دست مالی که الله بهش داده سوء استفاده کرد، این دلیل بر این نیست که اون نماینده خدا هست و هر کاری بخواد بکنه. اگر کسی از صحت و سلامتی خودش سوء استفاده کرد، اون کسی که از موقعیت و مقامی که داره سوء استفاده کرد، کسی از استعداد و توان فکری و
علمی که خداوند بهش داده سوء استفاده کرد، همه اینها سوء استفاده هست. اینا دلیلی برای این نیست که نماینده خدا و خلیفت الله هست و بهش سپرده و آزاد و بی بند و بار میتونه هر کاری رو انجام بده. این سوء استفاده نهایت محاسبه و نهایت معاقبه رو به همراه خواهد داشت. نظام الهی هست. یعنی باشه خط اصلا آیه سلام علیکم آیه شاهین بفرمایید. سلام خطا شروع سلام. سلامت باشید ممنون. من حقیقتا میخوام در مورد باقات اخری صحبت کنم که یه صبرمون تموم شده. دیروز یک راهپیمایی حکومتی که فوق‌العاده پرشور بود، واقعا من نمیدونم، ما نباید دولتمون رو عوض کنیم، ما باید بریم مردممون رو عوض کنیم، یه مردم دیگه از یه کشور دیگه بیاریم. اینجوری واقعا فایده نداره. مردم میلیونی اومدن تو خیابونا. الو. بله بله میلیونی تو خیابونا اومدن. بله 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 بفرمایید. این اومدن تو خیابونا. شما از کدوم شهر تماس میگید آیه شاهین؟ من از تهران زنگ می‌زنم به شما. از تهران. بریم از کره چینی ژاپن جایی از این مش کرونایا رو بیاریم تو کشورمون، بهتر از مردم ما. ما این همه اعتراض کردیم آبان، اینا با وجود این افراد اعتراضات ما هیچ شد. واقعا جای تعجب داره. من دیگه خیلی به این فشار اومده و گفتم این مسئله رو به شما بگم، شما به عنوان یک راهبر به ما یه راهی نشون بدید. واقعا ما نمیدونیم باید چی کار کنیم به این وضعیت. بله. در این وضعیت مختصر بگم که مشابه این وضعیت ها بیرون اومدن مردم هیچ گونه معیاری برای حق و باطل بودن هیچ حاکمیت و سلطه ای نیست. چون بیرون آوردن مردم حتی میلیونی هم باشه، از بین 70 میلیون، 2 میلیون، 1 میلیون رو بیرون آوردن، یا از یک شهر بزرگی مثل تهران، البته اینم نمیدونم صحت داشته باشه نداشته باشه، 200,000-500,000 رو به خیابون کشوندن کار دشواری نیست. ولی در مجموع فرض کنید که اگر جمعیت ایران 95% هم بیان بیرون و شعار معینی رو سر بدن، ولی اون شعار از صحت و درستی برخوردار نباشه، کثرت جمعیتی که اون شعار رو سر دادن معادله رو عوض نمیکنه که ما بگیم که چون تعداد زیاد بود در نتیجه این صحت و این درستی باید معکوس نگاه بشه. به هر حال واقعیت ها اینجاست که با اعتراف خود مسئولین بلند پایه، با اعتراف خود افرادی که به عنوان افراد بهرمند از نظام و به عنوان اراکین نظام به شمار میان، با اعتراف خودشون میگن که بعد از 4 دهه نه تنها ما هیچ پیشرفتی نداشتیم، بلکه پسرفتم از هر جنبه‌ای داشتیم. هیچ دست آوردی دستمون وجود نداره و نه تنها دست آوردی نیست، بلکه اون چی که داشتیم هم از دست دادیم. و کافی هست که عموم کسانی که شعار مرگ بر شاه رو دادند رو باز دوباره برگردونید به خیابون و پرسید که آیا به گفته و به شعار خودتون الان باور دارید یا ندارید. به هر حال همه اینها به خاطر نتایج عملکرد سوئی هست که از سوی استفاده و از استفاده
غلط از نظام و سیستمی که الله متعال در اختیارمون گذاشته ایجاد شد. به هر حال بازم تأکید میکنم که اکثریت اقلیت معیار نیست، حقیقت مستقل قابل ارزیابی هست، اگرچه یک نفر باشه. الان بحث ابراهیم رو مطرح کردیم، ابراهیم، این ابراهیم کان امتن قانتن لله حنیفا، ابراهیم رو میگه امت بود، یک نفر. آیه حنیف پشت خط هستن. سلام وحید، برادر عزیز آیه وحید، سلام بر شما، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید، ممنون. واسه میخواستم بگم که من بابت مردمی که داخل ایران هستن واقعا متاسفم که ایران هم مردمی داره. ما دوامان ها حضور خودمون واضح کردیم، اما این مردم نمیدونم چی باید بهشون بگم که اومدن برای 22 برمش برکت کردن و کلی هم اومدن. آخه شما که اون موقع اعتراضات آبان ما اومدید ایران، چرا اومدید دوباره این نظام حمایت کردید و با 22 برمش برکت کردید؟ آخه این انصافه که با جون مردمی که اعتراضات اومدن علیه این رژیم اعتراض کردن، شما تو 22 برمش که داخلش، آخه این انصاف استاد؟ بله آیه وحید، نباید این باور رو داشته باشه که اون افرادی که اعتراض کردن همون افراد دوباره اومدن برای 22 بهمن. البته گفتم من پیگیر اخبار نیستم و چیزی رو در خاطر ندارم در این ارتباط که بتونم بگم که کی شرکت، چقدر شرکت کردند و چقدر نکردند، ولی در مجموع باز هم تاکید بر این دارم که اولا اون افرادی که دارن در سایه لطف این نظام بالاخره بهره‌ای رو میگیرن، چه با به طور مستقیم و چه طور به طور غیر مستقیم، به هر حال هستن، یه عده‌ای هستن و اونا کم هم نیستن، نه تنها چند تا فیش حقوقی دارن بلکه به هر حال مزیت‌ها و ویژگی‌ها و تسهیلات بسیار زیاد دیگری هم دارن. فقط یه گاردی نیست که زمانش ها وجود داشت و امکانات ویژه‌ای رو برای شاه اختصاص داده بود، فقط یه حزب رستاخیزی نیست که شاه تأسیس بکنه و ایده‌ای براش دست به کف بزنن. از این نمونه احزاب و افراد در هر زمانی هستن و خواهند بود، ولی مهم اینجاست که چه حزب رستاخیزی باشه و چه گارد جاویدانی باشه و چه ساواکی باشه، در انتها وقتی که اجل فرا رسید، الله متعال نظام تقدیر او مختزاش اینجاست که بالاخره هر انسانی و هر نظامی و هر امتی و هر ملتی اجل معینی رو داره. هزاران نفر بگن، میلیون ها نفر بگن از عمر ما بکاهان و عمر آقا بیفزا، چهار شبانه روز سعی و تلاش کرد تیم پزشکی یک ساعت هم نتونست به عمرش اضافه کنه و به همین صورت همه عمر دارن. من هم عمر دارم، شما هم عمر دارید و این نظام هم عمر داره و بعد از خاتمه این عمر، یعنی اینکه حساب و کتاب. و بازم تأکید میکنم که کثرت و قلت معیار نیست، معیار حقیقتی هست که انسان بتونه در صحنه عمل پایبند بهش بمونه و در صحنه عمل بتونه اون رو به نمایش در بیاره. چون در این ارتباط داخل موضوعی شدیم که واقعا کثرت و قلت برامون حائز اهمیت هست، بذارید که باز آیه ای رو با هم نگاه کنیم که همین موضوع رو در بر داره. خاتمه آیه هشتم سوره بروج که باز هم با حمید این
صفت یا این آیه مشاهده میشه، جالب هست که ما این رو هم نگاهی بندازیم تا بهتر مطمئن بشید که نظام الهی بر حال و حساب کتاب الهی به دنیا مختصر نمیشه و روز و آخرتی هست. در ارتباط با اصحاب اخدود که همشون به خاطر یک تاپرستی و توحید به قتل رسیدند از طرف حاکمیتی که وجود داشت، با اتهامی که امروز با نام‌های مختلف وهابیت و تکفیر و امثال اینها اعدام میشن جوانای مسلمان، اینها قرآن کریم میگه و ما نقوم منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، اینا ازشون هیچ گونه جرمی رو نتونستن بگیرن یا هیچ گونه جرمی رو نتونستن براشون بسازن مگر اینکه ایمان آوردن به الله عزیز و حمید. چرا الله عزیز و حمید میگه؟ الله رحمان و رحیم نمیگه، غفور و رحیم نمیگه، چرا رب العالمین نمیگه؟ میگه العزیز الحمید. چه جالبی، موقعی خیلی مهمی هست که انسان توقف کنه. کسانی که در این میان قربانی شدند، قربانی نظام اونها رو قربانی کرد و اونها رو در آتش افکند یا در آتش سوختند، کسانی بودند که الله و حاکمیت الله رو، یکتایی رو پذیرفتند و انکار حاکمیتی کردند که اون حاکمیت سلطه خودش رو الهی میدونست و خودش رو نماینده خدا میدونست. اگرچه نوعی دین هم برای خودش مدعی بود، ولی دینی بود منحرف، دینی بود گمراه. دو صفت عزیز و حمید میاد در اینجا تا اینکه نکته رو به این صورت روشن بکنه که این افراد ایمانشون در تعارض قرار گرفت با موقعیت و مقامی که حاکمیت و سلطه زمان اون رو برای خودش اختصاص داده بود و تصاحب کرده بود. حاکمیت و سلطه‌ای که اون حاکمیت و سلطه برای خودش صفات و موقعیت‌های ویژه‌ای رو اختصاص داده بود که اون موقعیت‌ها و صفات شایسته اون نبود، مال رب العالمین بود. مد و ستایش و ستودن بزرگ کردن شخصیت ها، خصوصا اونهایی که خودشون رو نماینده خدا میدونند، در یک مراحلی به حد به یک رتبه درجه میرسه که به خدا و رسول توهین کردن براشون جرم نیست، چون کل جامعه دین گرید و دین ستیز هست. اما توهین به رهبر، نه که توهین به رهبر بلکه انتقاد رهبر، نه انتقاد به رهبر بلکه خیرخواهی برای رهبر، وقتی میگه آه تو در این موقعیت هستی نمیتونی کشور رو اداره کنی، کشور رو به این نکته از فساد و به این نکته از فحشا کشوندی، استعفا بده. اینا فقط یه عده‌ای بودن که نامه درخواست دادن که شما آقا استعفا بده، این مقام و این شایستگی این موقعیت رو نداری، تو چرا خودتو خدا کردی روی زمین؟ باید حبس های طویل المدت و به همین صورت حکم های بسیار سنگین براشون زده بشه. چرا؟ چون الله متعال که شایستگی صفات کمال هست، اون کمال رو مخلوق وقتی به خود اختصاص داد، خود به خود به فساد کشیده میشه اون جامعه.
این بندگانی که این افرادی که و این مجموعی که به عنوان اصحاب اخدود در سوره بروج معرفی میشن، کسانی بودند که سر باز زدند از این که مقام الهی رو به غیر الله بدن و حاکمیت و سلطه و اوصاف یا القاب بگیم پایین تر از اون که از اون افرادی که حاکمیت دارن رو از اونا سلب بکنن. وقتی که این القاب و این صفات و اوصاف و مقام زیر سوال قرار گرفته بشه، خود به خود براشون سنگین هست و خود به خود حکمشون حکم اعدام هست. به صرف از نظر از این که معترض امروز شاید شناختش به الله به معنای درست نباشه، فقط مخلوق رو پایین تر از اون چی میبینه که خودش برای خودش تعیین کرده یا بهش دادن که حقم هست، اما شاید راه رو گم کرده باشه که این شایستگی های مطلق مال رب ذوالجلال هست و هیچ موجود دیگه نباید این رو بگیره و به خاطر این شاید راه بهتر رو هم انتخاب نکنه. ولی در مجموع اصل اتهام برمیگرده به این که سلب مقام و سلطه و حاکمیت و به همین صورت اون صفاتی از حاکمیت میشه که اون صفات اون رو مرحله خدایی رسونده. روزی که شاه از ایران رفت و فرماندهان ارتش براش رکوع کردن یا سجده میکردند، با غرور رفت و بالاخره مرد بعد از خروج از ایران، اون روز حس ایرانی درست بود که این فرد با این غرور و تکبر شایستگی حکومت رو نداره، ولی فهمش درست نبود که این شایستگی و مقام مال الله هست. از شاه گرفتن و فرد دیگه به نام روح الله خمینی نسبت دادن هیچ تفاوتی نمی کنه. یعنی چه این رو خدا بکنید چه اون رو خدا کنید، دستمال رو جلوی این انداختن و تبرک کردن و کلمات اون رو که هیچ ارزش معنوی نداره رو دیوار با ارزش نوشتن، از آیه قرآن هم ارزشش بالاتر دونستن، هیچ تفاوتی با اون کسی که قبلا شاه رو مقدس میدونست و قداست و مقام والایی برای شاه قائل بود هیچ تفاوتی نداره. و امروز هم اگر من یا شمای معترض ندونیم که این مقام و حاکمی و حیثیت و صفات والایی که خاص الله از دیگران تصاحب کردن باید از اونا سلب بشه، اینا باید به الله برگرده، باز هم نخواهیم تونست در انتها جایگزین درستی رو بیاریم. یک شاه خواهد رفت، شاه دوم خواهد اومد، شاه دوم خواهد رفت، ولی فقیه سوم خواهد اومد و در نهایت بندگی بندگان در سلسلش ادامه پیدا خواهد کرد. شناخت الله متعال مهمترین علاج بنیادین و اساسین برای خروج از این بحران اجتماعی و فکری جامعه امروزی ما هست. الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى.